زیر چتر اختناق آخوندها و زیر دستگاه سرکوب اونها، فضای مجازی و توییتر به ابزاری برای افشای جنایت‌های رژیم و ابراز خشم و نفرت عمومی جامعه علیه این جنایت‌ها تبدیل شده. کاربران توییتر با هشتگ‌های پسر مشهدی و مرتاد سپهری از جنایت جدید رژیم آخوندی گفتند و از خشمشون علیه جنایتکاران حاکم. مرتاد سپهری را کشتند، نه در قیام خیابانی، نه حین ارتکاب جرمی، نه در خفا، نه با تشریفات اعدام و قوه قضاییه، که با وحشیانه ترین شکل جنایت و در مقابل چشمان همگان. کاربر دیگه با انتشار عکسی از این جوان بیگناه نوشته: نه چاقو دستش بود، نه شوکر و نه اسید، دستبند دستش بود و او را کشتند. کاربر دیگه با اشاره به اینکه رژیم آخوندی در تمامیتش جنایتکار هست و ذات و ماهیت اون نوشته: مرتاد سپهری کشته شد. حیف که دیگه نمیشه ازش اعتراف بگیرن. خشونت نهادینه شده در غیر نرمال ترین حکومت تاریخ. کاربر دیگه با مقایسه سیاست‌ها و برخورد دوگانه رژیم در رابطه با سرکوب در ایران آخوندزاده و تبلیغاتی که حول کشته شدن یک آمریکایی کردن نوشته: از نظر ارزشی‌ها اینکه یک پلیس ایرانی یک شهروند که دستانش بسته است رو با شوکر و اسپری فلفل بزنه و بکشتش ربطی به نظام نداره و مشکل اون مأمور بوده، ولی اگه یک پلیس در آمریکا یک نفر رو بکشه، اون پلیس نماینده کل نظام و سیستم آمریکا و کل غرب. کاربر دیگه با اشاره به حقیقت دردناکی در رابطه با اختناق در سیستم آخوندی و سانسور و اینکه خیلی از فجایعی که رخ میده سرپوشیده باقی میمونه نوشته: درد اینه که اینا فقط مواردی هستند که ضبط و پخش شدن. چه مصیبت هایی هر ساعت داره اتفاق میفته و ما بیخبریم. کاربر دیگه با اشاره به جنایتکار بودن کل دستگاه سرکوب رژیم و ماموران اون، هم سپاه هم نیرو انتظامی، نوشته: نه تنها لباس شخصی ها و سپاهی ها، که ماموران ارتش و نیرو انتظامی و این حکومت هم یک مشت لجنن. نباید از این جماعت انتظار انسانیت داشت. در توییت دیگه ای با اشاره به توییت خود خامنه ای در رابطه با کشته شدن جورج فلوید در آمریکا و استفاده از کلمات اون، فرهنگ آخوندی رو به تصویر کشیده. اینکه یک پلیس بیشرف با خونسردی تمام یک جوان رو به میله میبندد و به آن شوکر بزند تا او جان بدهد، او التماس کند این هم خونسرد بنشیند و چند پلیس دیگر هم بیستند و تماشا کنند و هیچ اقدامی نکنند، این چیزی نیست که جدیداً به وجود آمده باشد. این طبیعت آخوندهای جنایتکار است. کاربر دیگه با اشاره به جنایت‌های سیستماتیک و سریالی رژیم و حواله دادن نام خطا بر اونها نوشته: در جمهوری اسلامی هواپیما رو با دو موشک می‌زنن، سه روز مخفی می‌کنن، 176 به علاوه یک نفر کشته میشن، خانواده‌ها تهدید و معترضین زندانی میشن و میشه خطای انسانی. در جمهوری اسلامی یک معتاد رو به میله با دستبند می‌بندن، با شوکر به جونش می‌افتن، اسپری فلفل به صورتش می‌زنن، طرف می‌میره و اسمش میشه خطای نیروی انتظامی. رسانه‌ای کردنش همیشه خباثت. اما بسیاری از کاربران اشاره کردن که در چنین حاکمیتی که ما با یک ظلم و سرکوب و کشتار قانونمند و قانونی و حکومتی روبرو هستیم، پاسخ در سکوت و تماشاچی بودن نیست، بلکه باید اعتراض کرد و قیام دیگری ساخت، همون چیزی که حکومت از اون در وحشت است. مرتاد سپهری رو جلوی چشم مردم شکنجه کردن و کشتن. حقیقتاً قیام تنها جوابه. باید آبان دیگر بسازیم. اگر نه دیگر حتی زن و مرد هم ندارد. نفر بعدی یکی از ماییم. نفرات بعدی همه ماییم. کاربر دیگه نوشته: ما هم سلاح‌هایمان را تیز می‌کنیم. نبردی سخت در پیش داریم، اما ما پیروز میدانیم. سرکوب شدگان امروز فاتحان فردایند. و کاربر دیگه نوشته: هر چه سکوت کنیم دشمن جری تر می شود و بیشک فردا نوبت من و خانواده من است. تا دیر نشده به سکوت مرگبار نقطه پایان بزنیم. علیه هر گونه ظلم و تجاوز اعتراض کنیم، نه تماشاگر. همت کنید یاران که وقت برخاستن است. می توان و باید این نظام پلید را سرنگون و ایران را آزاد و آباد کنیم. آتش جواب اعدام. و قطعا هم که این همه درد و رنج و این خشمی که ذره ذره در دل همه مردم تلمبار میشه، قطعا در نهایت به صورت انفجاری از خشم خودش رو نشون خواهد داد. تشکر از اینکه با این بخش هم همراه بودین. تا فرصت دیگه شما عزیزان رو به خدای بزرگ میسپارم. موفق باشید.